مثلا please open the door، در رو باز کنین. please close your notebooks or books، کتاب ها خور بسته بکنین. چیزی که از شما خواسته به این منوال گفته شما انجام بدین. در قسمت ششم part 6 audio track 50، بخش audio track 50، song. song به معنی آهنگ. یک آهنگی به اسم دیسکو برای شما در نظر گرفته شده. اونجا شما میتونین از داخل سی دی های به اصطلاح صوتی که همراه با این کتاب هست برین به سی دی اول آدیو ترک 50 و به این آهنگ گوش بکنید. In the next part we have words and phrases to learn. حالا باز ما لغات و اصطلاحاتی رو داریم که باید یاد بگیریم، چنانچه در درس‌های گذشته هم ما عین همی کار انجام دادن، همچین اصطلاحات و لغاتی رو داشتیم. به این قسمت هم می‌بینیم که به همین منوال ما اصطلاحات و لغات رو داریم که همراه شما اینا رو یک یک می‌خونه و ترجمه می‌کنیم. Good morning یعنی صبح بخیر. Good morning یعنی صبح بخیر. Or you can say good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon یعنی بعد از ظهر بخیر. Afternoon بعد از ظهر میشه. Good afternoon بعد از ظهر بخیر. یا good evening. Good evening. Good evening یعنی شام بخیر. Good evening یعنی شام بخیر. So we have good morning صبح بخیر، good afternoon بعد از ظهر بخیر، good evening شام بخیر. What's your surname? What's your surname? What's your surname? تخلص شما چیست؟ What's your surname؟ تخلص شما چیست؟ What's your surname؟ تخلص شما چیست؟ How do you spell it? How do you spell it? How do you spell it? چگونه این را هجی میکنید؟ چگونه این را هجی میکنید؟ هجی هم گفتم مثلا برای شما میگن کلمه سانگ، بعد بگن سانگ. How do you spell it؟ شما میگن S O N G سانگ. صحیح؟ وقتی که ما این به یک شخص بگیم همیر چگونه هجا میکنی، هجی میکنی، یعنی حروف از اون تک تک مایم شما نوشته بکنین به اسپلینگ مشکل دارن، اسم شخص اسم خور میگه، مثلا میگه اسم من هست براون، شما میگین براون. How do you spell it؟ براون چگونه تو اسپلینگ، یعنی به چه شکل، کدام لغات کنار هم میچینی تا براون نوشته بشه. باز شخص برای شما میگه که B-R-O-W-N براون. لغت بعدی که شما داریم please هست. please به معنی لطفاً. please به معنی لطفاً. ما در بخش گرامر به امریه ها که رسیدین انشاءالله بخش گرامر از اون تکمیل باز خود شما میخوانن که شما وقتی please در یک جمله میارین جمله شما امریه هست، اما امریه مؤدبانه هست. ببینیم به قسمت چیزی که گفته مثلا look at the board please امر کرده استاد، اما یک امر مؤدبانه. وقتی که please در جملات شما هست، جملات شما امریه هست، اما امریه مؤدبانه.